سلام علیکم، صبحتون بخیر. ساعت 5:30 صبح درام خوابه. توی اینستام گفته بودم، ولی بچه‌ای که اینستامو ندارن و بدونن که من چالشی و با یکی از دوستام دارم شروع میکنم که تا 10 روز 5 صبح پاشیم و تا 5:30 رو بشیش در صورتمون بشیم آماده بشیم و بیاد دنبالم و بریم پارک. چون نمیتونم بدوم فعلا، چون هنوز 2 ماه نشده، پیاده روی تند انجام بدم. دیگه کلن سبک زندگیمونو تقریبا نه کلن رو به زندگی سالم ببریم، یعنی این چالش ها رو بریم که بتونیم. دیگه گفتم که براتون ولاگ بگم، شاید یه انگیزه ای هم بشه باز شما و شاید بشه بهتون کمک بکنه که حالا شما مگه دوست داشته باشین تو این چالش باشین. حالا نمیخواد 5 صبح بیدارشین، اگه نمیتونین 8-9 صبح بیدارشین اوکی، با دوستتون پارتنرتون میتونین بیاین پیاده روی. نمیتونید رژیم غذایی هم رعایت کنید و مثل منید ممکن جا بزنید، این چالشه باعث میشه که اینجوری باشید که من 10 روز از خودم مجبورم فین بگیرم و داشته باشم. مثلا بگین من اگه این چالش رو برقوان توی 10 روز برم و جا نزنم، مثلا بر خودم فلان مانتو رو میخرم یا فلان چیزی که دوست دارم رو میخرم، اگه نتونم این کار بکنم دیگه اونو نمیخرم. و این باعث میشه که خیلی بتونیم تلاش کنیم براش. میخوام ادامه کارم بکنم، یه 5-6 دقیقه دیگه دوستم میاد دنبالم و میریم به سمت پارک. بچه من خیلی کم آب میخورم، وحشتناک کم، شاید مثلا روزی 1 لیوان اینجوری آب بخورم به جای که بعد روزی 10 لیوان و حتی بیشتر از این آب بخورم. مخصوصا الان که تابستونه، نزدیک تابستونه، حتما که تو این چالش خیلی مهمه که حتما بعد اینکه پا میشین و قبل اینکه میخوام برین بدوین یاد ورزش بکنین، اگه مثلا 5 صبح میرین خیلی بهتر که ناشتا باشین قبل اینکه چیزی بخورین. 1 لیوان آب با یه نصف لیمو ترش تازه، آبتون هم حتما آب حالا کسی باشه یا از شب قبل مثلا از یخچال پر کرده باشین بذارین گرم بشه، آب یخ نخورین. جلوی گشنگی و تشنگی رو میگیره، هم خیلی به چربی سوزی کمک میکنه و لاغر کننده است. من نمیدونستم اصلا آب خوردن زیاد باعث میشه که چربی دفع بشه. میخوریم تقریبا تموم شد، مسواک زدم دهنم تلخ تلخ شد. من دیگه آماده شدم، موهامم بلند شده، اینجوری فینگیری بستم، ولی یه زنجی شده بیرون دور باید ببندم. آقا ضد آفتاب یادتون نره ها، که گرمه زیادم بزنید قشنگ پر مرد. حالا پیشونیمو نمیزنم چون دیگه کلاه گذاشتم، و اینکه زیر ششتون رو نزنید هیچ وقت ضد آفتاب. آها اینم بگم، ضد آفتاب که دارید میزنید همیشه سعی کنید گردنتون هم بزنید، از پیری جلوگیری میکنه. مهمترین چیزی که نیازه بادی اسپلش، اوتوکولون و تمام. چه تیپی زده دوستمون؟ چطوری؟ خوش اومدی به ولایمون، قرار بترکونیم دیگه 10 روز باشه سرم. این ساعت همه واقعا میان واسه دویدن و پیاده روی و اینجور چیزا و واقعا هیچکی نیست توی خیابون و پارکاین، یعنی هر کی میاد واسه اینی که بوده و ورزش کنه. خیلی این ساعت واسه همین میگم این ساعت اگه تونستیم بیاین. عزممون رو جذب کردیم، جذممون هم عزم کردیم. آره همه ما رو مسخره کردن، گفتن شما نمیتونید 5 صبح پاشید، از پدر مادرمون گرفته تا ولی ما اومدیم، ما توانستیم، ما توانستیم. ایشالا حالا تا 10 روز بتوانیم، مثلا روز آخر نباشه فردا. دیشب دوستم اینجوری بودم، مثلا خب من سه شب خوابیدم، دوستم اینجوری بودم فردا مثلا 12 ظهر بلند میشه، که چون همیشه اینجوری بودم دیگه کنسل میشد که 12 ظهر. خب بچه من الان پاشدم، ایشالا از شنبه هفته دیگه. چی جوش هیا ماما سلام پیسولی.
نیم عمله و اینا زیاد نمیتونم بودو هم مثلا پیاده روی تون میکنم که بیم افتاد اینا نکنم پیاده روی میتونم بکنم ولی آخه چقدر حس خوبی دارم خیلی حس خوبی دارم مامان جون تو هم؟ آره یه صبح اومدی؟ خیلی حس خوبی دارم که اصلا خوابمون بیاد انرژی نداشته باشیم کلی انرژی آفرین بعد روزمون تایم روزمون بیشتره مثلا بیشتر تایم داریم که تو روز از روزمون استفاده کنیم مثلا من اینجوری بودم که همیشه 11-12 پا میشدم بعد 2 ساعت هم تو گوشی مثلا تو اکسپلور تو اینستا میگشتم و اینا پا میشدم یه نهایی دست میگم کل روزم میرفت هوا تاریک میشد الان خیلی خوشحالم از موضوع و امیدوارم یه قول بدیم که این 10 روزو بتونیم بریم و بچه هم با ما قول بدن قول اندوستی یک ساعتمون تموم شد پیاده روی توندمون رو انجام دادیم و خیلی خوب بود الان بریم یه قهوه بخوریم بعد به خونه ما صابونه بخوریم و چالش روز اول با موفقیت جوبری شد انرژی خوب داریم میدیم رفتیم گل گرفتیم واسه خونه عقبان همه چی از صفر شروع کردیم انرژی بالا انرژی بالا بله من اومدم خونه رفتم حموم با عسل اومدم اول من رفتم چسب بینیم هم کندم الان عسل رفته حموم بیاد و صبحونه بخورم ساعت 8 خورده جان باشه من خونه شده با هم حموم نرفتیم ما اول من رفتم اومدم بعد عسل رفت این خانم تنبل لباسش عوض نکرده تا من بیام من 2-3 ساعت میشیرم تو سریع عوض میکنی؟ آره همین الان عوض میکنم خیس خیس نبی خوش میکنم خیس 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 خیلی کثیف بود و الان واقعا خیلی جمع شده عسل که اینجا امروز داره اتاقا رو جارو میکنه خدا خیلی بهم کمک میکنه واقعا رفیق خوبیه اینجا رو همه رو تمیز کردیم و این برم که عسل جان رو مشاهده میکنیم پارکمون رو عوض کردیم و اومدیم یه پارک دیگه
که نزدیک خونه ماست و خیلی بزرگتره و اینجا قشنگ همه آدم ها همیشه میان بر ورزش. انرژی پایینه، نمیدونیم چرا، نمیدونیم. بازم دیر خوابیدیم دیشب، با خدایی نخوابیدیم. تو باز پاشو دیم اصلا بخوابیم. من 3 شب خوابیدم، 5 صبح داشت، یعنی 2 ساعت خوابیدم کلا. من خواهم باید قشنگ ساعت 11 بخوابیم. آره دیگه، ولی مثلا شما تو 12 اونجا بودیم تا تهران بیاد. بعد دیگه این دیگه زود بخوابیم. باید زود بخوابیم. روتین کم کم روتینه درست میشه دیگه، اونجوری نیست که یهو مثلا بتونیم اوکیش میکنیم برسیم. بعد از روز دوم کلی خستگی، تصمیم گرفتم با عسل و فاطمه بریم یه کافه خیلی خوشگل. گفتم شما رو حتما با خودمون ببریم. والا ما اومدیم یه جا کس وای دیگه آخرش بگین همین وسط وایساده. برو کنار. خوبه آقا من خیلی دیگه نمیدونم. عمو داداش همونه نزنی بهش. داداش داداش لو خواب رسیدیم. ای خدا اینجا رو نگاه چقدر خوشگله. خوشگله خیلی. اینه اون کافه هست. وای آره خیلی خوشگله بچه خوراک اتفاقی. من تو این صندوق یه پیام دارم براتون که میتونید انتخاب کنید. ای خدا اینو برمیداریم. فقط یه شرطی داره. چه شرطی؟ حتی ما به شوخی اینو میگیم ولی حالا دوست داشتید بلند بخونید. زندگی شستن یک بشقاب است. آخه خیلی ساده بعد بگیریم به سادگی. شما باز کنیم بلند. فقط تلاش کن بهترین خودت باش. آخه اگر رویاهایتان شما را نمی ترساند به اندازه کافی بزرگ نیستند. مرسی ازتون، واقعا حالمون رو خوب کردید. دستتون درد نکنه.
مرسی. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم، فردای اون روزیه که رفتیم کافه. کافه چنقدر جذاب بود، اسمشو نمیدونم واقعا، ما همجوری پیداش کردیم، ولی خیلی کافه خوشگل و جذابی بود. در جای بکر رو دور افتاده بود، ولی باید بگم که خیلی حال خوبی بهمون داد، مخصوصا اون تکستایی که بهمون دادن. و چقدر خوبه که آدم ها به فکر اینن که حتی واسه چند ثانیه لبخند رو لب یکی بیارن یا خوشحالش کنن با یه متنی. واقعا خیلی حس خوبی داشت برای من یه نفر. امیدوارم که زیاد بشن اینجور آدم های مهربون. بوس. من خودم سعی میکنم همیشه جز اون دست از آدم هایی باشم که سعی کنم با چیزای کوچولو موچولو بقیه رو خوشحال کنم. زندگی خیلی کوتاهه، پس در نتیجه باید فقط خوبی کرد. همین. در این زندگی نورا چهار علامت تعجب را پشت سر هم میکنداش. احتمالاً آدم هایی که راحتتر و شادتر بودن این کار را میکردن. امید بخش بود. سرش را پایین گرفت تا ببیند چه پوشیده. پیراهنی جینی که آستین هایش را روی بازو بالا زده بود. شلوار جین و کفش لژدار. هیچ کدام از اینها را در زندگی واقعیش نمی پوشید. از سرمای هوا موهای بدنش سیخ شده بودند و مشخصا لباسش مناسب این نبود که بخوریم.